میخوام راجع فیلیپیان باب یک آیه 9 تا یازده صحبت بکنم یکی دیگه از دعاهایی که پولس رسول میکنه این این دعا فیلیپیان چپتر 1 ورس 9 تا 11 یکی از دعاهایی که پولس رسول کرده به کلیسه ها برای کلیساها ها که بهش میگن دعای رسولان اپوستولیک پرایرز بهش میگن اوکی و چند تا آیه بیشتر نیست سه تا آیه هم نمیشه دو تا آیه است در واقع فیلیپیان باب یک آیه نه تا یازده پولس به کلیسه فیلیپین اینجوری میگه میگه دعای این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی آل... ترین آنها را انتخاب کنید آن وقت در روز عظیم مسیح بی و بی خواهید بود دعا میکنم که زندگی شما از سمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح برای جلال و ستایش خدا به دست می آید سرشار گردد بسیار دعای غنی این رو مفسرین کتاب که از طلایی ترین دعاهای پولس رسول می دانم. یکی از بهترین دعاهاست یکی از مهمترین دعاها هستش دعاهای پولس یک فرقی که با دعاهای معمولی شاید داره که ما می کنیم یا دیگران کردن ما دیدیمشون شاید در این که خیلی قابل لمسه ما دو تا از این دعاها رو با هم تالا تا بررسی کردیم و ولی این یکی از قشنگترین دعاها هست همونطور که گفتم هیچ کدام از این دعاها سرسری نیستن میگه حالا بسیار دعا کرده ما دعا میکنیم ولی واقعیت اینجاست که خیلی از وقتا دعاهای ما سرسریه مثل یه آدمی که مسی نیست میگه خدا من, من برکت بده بعد میگیم دعا کردیم که بله دعا کردیم چه دعا کردی خدای من بره. این دعاها دعای سرسریه دعای کردی و از این دعاها حتی در مسیحیت هم هستش یه دعای عمیقیه همه این دعاهایی که پولس میکنه به یک وضعیتی وابسته است یه سچویشن توش وجود داره یک چیزی رو میخواد بگه و مخصوصا این دعایی که در فیلیپیان باب یک آیه نه تا یازده ما نگاه کردیم الان بازش میکنیم از عطر خوشبوی خدا و آسمان برخورده یه بوی خوبی میده یعنی خیلی مهمه که ما بدونیم قلب خدا چی هستش من اینو خیلی با قلبم صحبت کرد در این چند وقته گذشته اینه که ایسا در واقع همیشه چیزی رو میدید که پدر داره انجام میده برای همین که گفتش من اومدم تا اراده پدر رو انجام بدم این برای من مهمه عیسی میدید که پدر داره چیکار میکنه و الان پدر داره چیکار میکنه میخواد مردم نجات پیدا بکنن پسر داره چیکار میکنه عیسی در دست راست خدا داره برای همه ما شفاعت میکنه حالا بیاین دعا رو با هم نگاه, نگاه بکنیم حالا که یک بار از روش خوندیم و اینم میره جزو اون دعاهایی که سعی میکنیم هر هفته انجامش بدیم در ابتدای در واقع دعا پولس میگه باشد که محبت شما رشد کنه شما اگه بخونید راجع به کلیسای فیلیپی زیاد کلیسای منفی نمیبینید که حالا پولس بگه شما محبت ندارید بعد محبتتون رشد کنه شما احتیاج به محبت دارید از هر کی بپرسیم در جمع ما و در اطراف ما بگیم محبت میگه من محبت دارم من محبت میکنم شما محبت دارید محبت کردید ولی این محبتی که پولس در راجبش دعا میکنه و صحبت میکنه میگه این محبتی که رو به رشد هستش مرتب داره رشد میکنه میگه این دعای این, 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 این محبت شما باید افزوده بشه اضافه بشه یعنی من بعد الان که آخر سال هست برگردم نگاه کنم ببینم که محبتم در سال گذشته آیا بالا رفته یا نه درجا زده من همونم که ده سال پیش مسیح مان آوردم همون محبت دارم یا دارم رشد میکنم ما میتونیم محبت رو در مسیح به طور خیلی خیلی کامل ببینیم این دعا یک ضرورت رو بی بیان میکنه این ضروری ترین چیز این مهمترین چیزی که پولس براش دعا میکنه که اسمش محبته همونیه که اسم خداست خدا محبت است یک چیز ضروریه مسیح گفت در یوحنا 13 گفت از این خواهم فهمید که شما شاگردان من هستید که یکدیگر را محبت میکنید پس یه چیز ضروریه شما برای که بتونید بر برکات و منافع این مملکت رو به دست بیارید باید سیتیزن بشید شهروند بشید اونجاست که شما خیلی جز شامل حالتون میشه برای اینکه بتونید به عنوان فرزند خدا در جای برستید که خدا به شما نگاه کنه بگه به و این دختر منه پسر منه باید در محبت رشد بکنه محبت داشتن یه چیزی است که در واقع داره اضافه میشه و رشد میکنه در محبت کردن نسبت به دیگران محبت داشتن یک چیزی است و افسود شدن و رشد کردن در محبت هم یه چیز دیگه است خیلی بالاتر از اون است که ما شاید تا حالا راجبش آموختیم محبت ما باید بست پیدا کنه وسیع بشه عبارت افزونی که در اینجا به فارسی استفاده کرده راجع محبت به معنای رشد فکر کنم انگلیسی میگه abundant درسته عبارت افزونی یعنی رشد یعنی اضافی و سرریز شدن من به چند ترجمه نگاه کردم و فارسی ترجمهش کردم اینه میگه این محبت بس سرریز بشه یادتونه یعنی مثلا داوود دعا میکنه در مزبور 23 میگه کاسم لبریز شده یعنی این کاسه یه چیزی ریختی انقدر زیاده ریخته حتما خیلی از وقتها قهوه های ما از لیوان میریزه پر میشه اینم هم همونطور هستش لبریز میشه یعنی محبت دنبال تو میاد از, از تو میریزه بیرون پولس میگه این دعا رو میکنه میگه افزوده بشه اگر ما از محبت مسیح پر نشیم سوال اینجاست که چگونه میتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم مهمترین دلیلی که خوب گوش کنیم عیزانی هم که دوربین نگاه میکنیم مهمترین دلیلی که ما نمیتونیم هم محبت کنیم اینه که در محبت مسیح رشد نکردیم محبت داریم آدم های خوبی هستیم ولی توی یه جایی دیگه کم میاریم نمیتونم اینو محبتش کنم چرا؟ چون محبت من انسانیه لیمیت هستش محدودیت داره محبت نیست که محبت مسیح های باشه شما میگید محبت مسیح چقدره؟ اندازش چقدره؟ کلام خدا در یوحنا 3:16 میگه جان 3:16 میگه خدا اینقدر محبت کرد جهانو یعنی خدا ابدی هستش خدا نامحدود هستش خدا انتها نداره آخرش نداره مثل این خیابون کلیسا نیست میگه انتهای این کوچه خیابون شما میپیسید دست, چب دست یا دست راست انتها نداره هر جا نگاه میکنی خدا هست و بوده و خواهد بود آمین محبت خدا هم همینطوره انتها نداره ما اشتباه میکنیم خدا ما رو میبخشه گناه میکنیم خدا ما رو دوست داره گناه ما رو دوست نداره ولی ما رو دوست داره وقتی دعا میکنه و میگه که از محبت خدا پر بشید از محبت مسیح پر بشید یعنی اون محبتی که نامحدوده اگه ما این محبت داشته باشیم نمیترسیم اگه این محبت داشته باشیم دیگران که با ما حرف ب... اشتباه حرف میزنن میتونیم دوستشون داشته باشیم هفته پیش اینجا صحبت کردیم نه گفتیم بعد ببخشیم بعد اینطور کنیم بعد اونطور کنیم میتونیم دوست داشته باشیم چرا ما دوباره بعد میگیم آمین آمین دو فاصله دوباره برمیگردیم اون که بودیم برای اینکه این محبت رو نداریم پس پولس دعای خیلی مهمی می رو میکنه کسی از اینجا احتیاج به چنین محبتی نداشته هممون داریم هممون نیاز داریم از این جهتی که لازمه که محبت ما نسبت به خدا افزونی پیدا بکنه هر چقدر ما در محبت بیش ده ده هر ما بیشتر در فیض خدا رشد کنیم ظرفیت ما در محبت کردن به, به دیگران بیشتر میشه فیض روح قدوس گر فرماید دیگران هم بکنه آنچه مسیح کرد هرچه فیض مسیح بر ما بیشتر آشکار بشه God's grace ما میتونیم بیشتر محبت هم بکنیم مشکل اینجاست که خیلی از مسیحی ها مخصوصا در جامعه فارسی که الان چقدر دارن استلاحا مسیح میشن فیض مسیح رو نفهمیدن میان کلیسا میان کارشون را میفته همه چی از این در میان از اون در میرن برای که فیض خدا رو نفهمیدن و من و شما احتیاج داریم بفهمیم فرق نمیکنه فیض خدا چیه ما امروز تو تلویزیون گفتیم موعظه کردن و حرف زدن ساده ترین کار هستش خدا به از آسمان و زمین جس پوشید بعضی میگن بله ولی هر چقدر فهمیدیم وقتی میگیم فیض خدا باعث شد که بیاد انسان بشه هر چقدر بیشتر فیض خدا رو بفهمیم و رشد بکنیم در فیض خدا God's grace دوباره میگم در محبت هم رشد خواهیم کرد یکی از طرقی که میتونیم بفهمیم که در محبت رشد کردیم یا نه زمانیه که بتونیم کسانی که ارزش محبت ندارن رو محبت کنیم و این فکر کردی تالا این آقا این خانوم لیاقت محبت کردن نداره این از نظر انسانیه این خ... اره. یه کاری کرده که اصلا نباید محبتش کنی ولی وقتی میتونی اونو محبت کنی یعنی تو در محبت روش کردی محبت کرده یک ضعف نیستش چه آدم ضعیفی اینقدر محبت میکنه کسی که میتونه محبت کنه خیلی قویه مردم عیسی رو نگاه کردن گفتن او که مردم را شفا میداد خودش رو نگاه کن اشعیا 53 رو پیشگویی کرده بود اما اونا نمیفهمیدن که عیسی که اون بالا داره محبت میکنه خیلی قوی تر از اوناست که پایین دستشون شمشیره و نیزه است و اینا پس هر چقدر میخوایم بفهمیم ما چقدر محبت روش کردیم یا نه و ببینیم که چقدر دیگرانه که لایق نیستن و محبت میتونیم بکنیم هرچقدر بیشتر با محبت روش کنیم و افزونی پیدا بکنیم همه چیزهای دیگران همه چیزهای دیگه که منفی هستن نادیده خواهند شد دیگه نمیبینیمشون دیگه نمیبینیمشون چرا؟ چون که ما روش کردیم در محبت ما افراد رو به خاطر خودشون دیگه محبت نخواهیم کرد بلکه به خاطر مسیح خیلی از وقتها ما میگیم طرف رو محبت کنیم چون زشت اگه محبت نکنیم محبتش کنیم چون گناه داره حیوانی من کلمه حیوانی از کجا آمده فارسی آدم ها دلشون بر یکی می‌سوزه میگن حیوانی محبت میکنیم چون مسیح رو میخوایم محبت کنیم آمین مسیح گفت که شما دیگران رو محبت خواهید کرد وقتی من رو محبت میکنید و بعد پولس ادامه میده در این آیه در این دعا در واقع میگه دعا میکنم محبت شما روش کنه در چی؟ حالا میخوام اینجا راجع بهش صحبت کنیم در آگاهی بیشتر و کمال دانایی دو تا چیز رو اینجا با هم میگه در آگاهی بیشتر و کمال دانایی عهد عتیق به ما نشون میده میگه قوم اسرائیل از عدم شناخت نفهمیدن آگاهی نداشتن از من هلاک شدن گاهی وقت آدم به کلیسا نگاه میکنه الان میبینه همه چی هست دلنگ و دولنگ و همه چی هست جز آگاهی از خدا گاهی وقتا نه همیشه آگاهی کجاست چرا مردم از خداوند آگاهی ندارن چرا نشناختن اون رو چون در او وقت, وقت نمیذارن هر چقدر من بیشتر با خدا وقت بذارم میتونم دیگران رو خدمت کنم محبت کنم دوست داشته باشم هر چقدر کمتر با خدا وقت میذارم از برادرم بدم میاد از اون که بدم میاد از اون بدم میاد این نوع محبتی که پولس داره دعا میکنه و اسمش محبت مسیحگونه است با آگاهی و کمال داناییه یعنی آگاهانه داره این کارو میکنه چشم بسته این کارو نمیکنه به من کشیش گفته محبت کن منم محبت میکنم من خوندم که مسیحیت میگه محبت کن اون میدونه داره چی کار میکنه به طور مثال ما وقت که معمولا در محبت انسانی نسبت به دیگران میشیم تا علاقه های اون فرد رو بدونیم این بهترین نمونه است شما وقتی کسی دوست دارید میشه بدونی که طرف چه چیزای دوست داره چه چیزای دوست نداره علاقه هاشیه هاش من میدونم خانمم کافی خوردن دوست داره شناختمش روز تکسکیوین خواب بود یه دفعه چشاشو با بوی قهوه باز کرد من رفتم قهوه خریدم نمیگم شوهر نمونه هستم ولی چون دوستش دارم میرم این کارو میکنم واقعا دارم میگم اینجا جلو دوربین نمیگم غذاهای مورد علاقه اون شخص چیه رنگ مورد علاقه رنگ مورد علاقه من چیه ازم خیلی ساده میشه طرف آزمایش کرد خیلی راحت میتونیم بفهمیم چه چیزهایی اون شخص رو خوشحال میکنه یا ناراحت میکنه وقتی طرف رو دوست دارم چیزی که دوست داره رو سعی نه که برم گناه سازش بکنم منظورم نیست راجع به علاقه هاش صحبت میکنم علاقه هاش برادر من چون این غذا رو دوست داره اومد خونمون این غذا رو براش درست میکنم مرا آشپزی نمیکنم مثال دارم میزنم این اون علاقه هاست گاهی وقتا این علاقه ها وای, وای, وای وای, اصلا زیر پا میره محبت ما را نسبت به فرد مورد علاقه ما محبت ما وقتی اون شخص رو میشناسیم ما رو به اون فرد نزدیکتر میکنه اون شخص بیشتر میتونه اعتماد کنه بیشتر میتونه حرف ما رو بفهمه وقتی بیشتر اون شخص رو میشناسیم من تو پرانتز نوشتم این کار توسط خواندن کلام خدا و دعا صورت میگیرد راجب خدا البته و علاقه رو در میابیم قادر خواهیم بود تا او رو بیشتر محبت کنیم یکی از دلایل که من نمیتونم دیگری رو محبت کنم شاید به خاطر این که علاقه رو نمیدونم درسته وقتی من میدونم اون شخص چه چیزی دوست داره بهتر میتونم محبتش کنم دیدید مثلا یه دفعه روز تولدش همون چیزی رو براش میارن اون شخص که علاقه داره چه شناختنش این شخص به اتکلون علاقه داره پس اگه ده بارم براش اتکلون بیاریم کمه چرا چون شناختنش اینجاست که در محبت نسبت به اون شخص ما رشد میکنیم حالا اگه ما برگردیم به دعای پولس چرا ما گاهی وقتا در محبتمون چگونه میتونیم در محبتمون رشد بکنیم نسبت به خدا با که خدا رو بیشتر میشناسیم دوان تو دوست نداریم این گناه بکنم نه؟ او, او. سعی میکنم انجام ندم چون شناختمش وقتی دلیلش رو میدونیم در مذهب اینجوری نبودش در مذهب ما میترسیدیم ولی حالا در مسیح محبت او رو درک میکنیم پس کمال دانه بعد با دانش باشه با آگاهی کامل باشه کتاب مقدس رو باید بخونیم چرا؟ چون میفهمیم که خدا چی دوست داره میریم کلیسا آقا موعظه میکنه خانم موعظه می میکنه ما میفهمیم خدا چی دوست داره میریم جلو توبه میکنیم اگه اون کار رو انجام ندیم یا چلنج میشیم که بریم این کار رو انجام بدیم مسیح چرا این کار رو انجام میداد که پدر دوست داره میگه من اومدم خواهش پدرم رو انجام بدم چون همش وقت داشت میگذرون با پدر نه یک ساعت نه دو ساعت نه هفته یک بار مرتب با پدر در ارتباط بود این سیم برق وصل بود به پدر آسمانی دانلود میشد مرتب میدید مسیح میدید که پدر داره مردم رو شفا میده مردها رو زنده میکنه با جرأت میرفت دست میذاش میگه مرد زنده بشو چون ال... رابطه با پدر داشتش میتونستی رو ببینه دعای ادامه دعا میگه تو همه چیز را بیازمایید و عالیترین ترین آنها را انتخاب کنه وقتی ما داریم در محبت رشد میکنیم آگاهی و بیشتر و کمال دانایی پیدا میکنیم اون موقع همه چیز رو می... چیز میکنیم چک میکنیم میازماییم و بهترین رو انتخاب میکنیم بهتره وقتی محبت ما نسبت به فردی رشد میکنه ما خوبت رو میشناسیم و بهتر قادر خواهیم بود که تصمیم بگیریم و انتخاب بکنیم اراده نیکوی پسنده کامل خدا را خواهیم دونست عکس عمل ما نسبت به او بهتر خواهد بود میتونیم انتخاب درست بکنیم اگه سرکش نباشیم که امیدوارم نیستیم با مطالعه انجیل در شرایط مختلف زندگی همون طوری رو واکنش می نشون میدیم نشون میدیم که او انجام داد عیسی میدونست که مال خدا رو باید به خدا بدی مال قیصر رو به قیصر بدونی، بدی کامپرمایز هم نمیکرد سازش نمیکرد طبیعتا هر شخصی در موقع تصمیمگیری واکنش های مختلفی انجام میده هر روز ما 24 ساعته ما آدمی که عقل داریم دا همش در حال تصمیم گرفتنیم برم بیرون یا نرم بیرون اینو بخورم یا نخورم این لباس رو عوض کنم یا نکنم ده ماه دیگه این من چند که بودیم گفتم گفتم ده سال دیگه خود تو کجا میبینی تو کجای ده سال دیگه چه میتونیم اینو ببینیم وقتی با خدا وقت میذاریم وقتی راجب به اون اطلاعات پیدا میکنیم که ما بتونیم تصمیمات درست بگیریم ما از کجا میفهمیم ب... یا خیلی بده یا اشتباه هستش یا ضعیف یا شیطانی یا گناهالوده و یا خیلی نرماله و الهیه و مثبت هستش وقتی با خدا وقت میذاریم وقتی با خدا وقت نمیذاریم اینطور میشه اون چیزی که تو این کشور داره اتفاق میفته همین هستش که چی داره میشه مردم از مسیح بودنش نه فقط دارن دور میشن بلکه رفتارشون داره ضد خدا میشه کاراشون داره ضد خدا میشه خیلی خطرناکه چون خدا همچین نسلی رو تنبیه خواهد کرد پس وقتی ما با او ارتباط برقرار میکنیم بیشتر در او وقت میگذاریم او رو میفهمیم میشناسیم آگاهی پیدا میکنیم اون موقع میتونیم تصمیم بگیریم خدا دوست نداره من دروغ بگم دروغ نمیگم یا من دعا میکنم کمکم کنه نه و بعد ادامه میده میگه بی با دعا میکنه میگه به جایی برسید که محبت شما بی ای با بی تقصیر باشه یک تعارف نیست بگیم مگه من مثل مسیحم هم که بتونم بی ای با بی باشم ما میتونیم ما اجازه میدیم در چنین شرایطی که بیاد کنترل زندگی ما رو دست خودش بگیره از گناه که برخلاف اراده خداست ما را دور بکنه و ما دور میشیم کم کم و بعد ادامه میده در آخر دعا من میخوام با این تمام بکنم میگه دعا میکنم که در محبت رشد کنید آگاهی و بیشتر و کمال دانایی داشته باشید تا همه چیز رو بتونید بشوسید تشخیص بدید عالی رو انتخاب کنید که بی ای و بی بشه چه فکر خوبی خدا برای ما داره که پر از ثمرات نیکی مطلق بشید ترجمه قدیم میگه عدالت پر از ثمرات عدالت بشید میگه انگلیسی حالا من یه لحظه فکر می‌کنم در ثمرات نیکی مطلق چی هستن. دو تا آیه رو پیدا کردم. اینو میگم و با این دعا میکنیم در چنین محبتی که ما رشد میکنیم ثمرات نیکی مطلقش اینا هستن. اول قرنتیان 10:31. First Corinthians chapter 10 verse 31. نگاه کنید، یکی از بهترین آیاتی که من دوست دارم. اگه منو میخوای بشناسیم میگن خب بردا چه آیه دوست داره؟ میگه اول قرنتیان ده سی و یک اینجوری میشه خب میگه خواه بخورید پولس میگه اگه میخورید اگه مینوشید خواه هر آنچه میکنید همه رو برای جلال خدا بکنید این ثمره نیکی مطلقه وقتی در محبت به خدا من رشد کردم ثمرم این میشه خداوند من هر چی میخوام بخورم و بنوشم و هر کاری بکنم میخوام تو رو جلال بده واقعیت اینه خیلی از مسیحا این کارو میکنن خیلی از مسیحا ثمرات نیکی مطلقو دارن پولشون خدا رو جلال میده یا پولشون رو هر جای استفاده میکنن وقتشون خدا رو جلال میده هر چیز دیگه ای رو خواه بخورید خواه بنوشید خواه هر آنچه کنید همه رو برای جلال خدا بکنید خیلی ساده است اگه من دارم میرم این خودکار رو میخرم فرض مثال شما میگه اینقدر باید حساس باشیم بله مسیح اینجوری زندگی میکرد اگر من این خودکار میخرم آیا انتهای خریدن این خودکار برای جلال خداست یا برای خود من هستش ما خلق نشدیم که برای خودمون زندگی بکنیم ما خلق شدیم برای او زندگی بکنیم ما خلق نشدیم که امروز قل قشنگ گفتن کشش که وقت بذاریم برای تمرین ما تمرین نمی کنیم ما الان تو بازی هستیم توی ب... توی... تو گیمیم الان ما ما نمیتونیم بگیم خب حالا من امروز تمرین میکنم فردا به طرف بشه فردا میمیره در این چند روزه چند نفر از کسایی که ما میشناختیم و نشناختیم فوت کردن پس هر چی که میکنی باید برای جلال خدا باشه مردم جلال خدا رو در ما ببینن کولسیان فصل یک آیه نه و ده میگه کولیسیانس میگه از دعا کردن برای شما باز نیستادم حتما اینم بعدا نگاه میکنید بلکه پیوسته مدام مرتب از خدا میخواهیم که با عطایه، با عطای هر گونه حکمت و فهمی که از روح اوست شما را از شناخت اراده خود آکنده سازد پر کنه تا رفتار شما شایسته خداوند باشد و بتوانید او را از هر جهت خوشنود سازید از هر جهت یعنی خواه بخورید خواه بنوشید خواه هر آنچه کنید از هر جهت باید کی اول, اول از همه خوشنود بشه و آخر از همه خدا دنیا رو نمیگه ها دنیایی که از نسل آدم و حوا میگه هرچی تو رو خوشنود میکنه هرچی تو رو ستیسفای میکنه چی منو ستیسفای میکنه ببخشید قرار نیست چیزی شما رو ستیسفای کنه منو ستیسفای کنه باید او رو خوشنود بکنه ستیسفایی میشه خوشنود درسته؟ او رو خوشنود بکنه. هر چی که میکنیم بعد او خوشنود بشه. و بعد ادامه آیه میگه همون کولسیان یک و میگه یعنی در هر کار نیک، مدریم چی شما میکن ثمرات نیکی مطلق. در هر کار نیک سمر آورید. و در شناخت خدا رشد کنید. این همون دعاست که پولس داره میکنه برای فیلیپیان فلیپ، نه در شناخت خدا روش کنید که چی بشه ثمرات نیکو بیارید برای همینی که خدا از آسمان میگه این از پسر حبیب من که از او خوشنودم چرا میگه از او خوشنودم برای که داره اراده پدرش رو انجام میده یه پسر یه دختر یه بچه پدر و مادر کاری که پدر و مادر دوست دارن انجام میده پدر و مادر میگه این بچه منه نگاه کنین فرزند منه داره برای اون هدف خانوادهش داره میره جلو مثل پسر گم شده نیست ول کنه بگه من میخوام برم اونوری راه خودم برم پولامو اینجوری کنم زندگیمو اونجوری کنم مسیح این کار کرد مسیح اون پسر گم شده نبود پسری بود که پدر نگاه میکرد میگفت چقدر من از این خوشنودم چرا چون ثمرات نیکی مطلق می آورد ما داریم به آخر سال نزدیک میشیم آیا سمرات نیکی مطلق ما میاریم؟ آخرین سمری که آوردیم کی بوده؟ اگر با کسی مشکل داشتیم رفتیم مذرد خواهی کردیم حل شده اگر محبتمون کم بوده بیشتر شده و بعد ادامه آخر دعای پولس میگه برای جلال و ستایش